درود خدمت بینندگان عزیز، این مقدمه‌ای که خدمتون عرض میکنم به احتمال زیاد در بسیاری از برنامه‌ها تکرار خواهد شد و اون مربوط به مسئله‌ای است که بنده دو هفته پیش خدمت بینندگان عرض کردم در زمینه این که تغییراتی در اجرای برنامه داده خواهد شد و اون تغییرات عبارت این است که هر چند هفته یک بار اجرای برنامه رو یکی از اعضای جبهه هماهنگ مبارزان ایران یعنی یکی از اون سازمان‌ها به عهده خواهند داشت، برای این است که بتوانند همه سازمان‌های همبند در این برنامه ملی و میهنی مشارکت بیشتری داشته باشند. در تمام این برنامه‌ها هیچ گونه تغییری در هدف جبهه و یا اصول مبانی مشترک داده نخواهد شد. بنابراین در تمام این برنامه‌ها هدف جبهه که براندازی رژیمه و هدف اساسی دنبال میشه و در اصول و مبانی مشترک هم تغییری داده نخواهد شد. این اصول و مبانی مشترک برای اجرای هدف اصلی جبهه هماهنگ مبارزان ایران که عبارت از تأمین آزادی و مردم سالاری بر پایه اراده ملت ایرانه و هدف نهایی یا ابزار اصلی برای رسیدن به اون هدف براندازی جمهوری اسلامیه. اصول مبانی مشترکی که بین این سازمان‌های هماهنگ جبهه هماهنگ مبارزان ایران مورد قبول قرار گرفته اصولی است بسیار منطقی با خرد جمعی تطبیق داره و اون اولیش عبارت از این که پرچم سرنگ شیر خورشید نشان نماد اتحاد و همبستگی ایرانیانه، از هر قوم و قبیله‌ای از در هر گوشه از کشور این پرچم نماد اتحاد و همبستگی همه ایرانیان. در اصولی که اول ما اعتقاد بر این داریم که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اصلاح‌پذیر نیست و تنها راه نجات ایران عبارت است از براندازی. اصل دیگری که به اون اعتقاد داریم ایجاد استقلال و یکپارچگی، اعتماد داریم به استقلال و یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور و مبارزه با هر گونه تجزیه طلب. اصل دیگری که ما به اون اعتقاد داریم آزادی دین و مذهب، به این ترتیب که گفته می شود به عقیده ما دین و مذهب یه مسئله کاملا شخصیه و هر فردی حق انتخاب داره، ولی این دین و مذهب به هیچ وجه نبایستی در قانونگذاری مملکت چه قانون مدنی و قانون جزایی اثرگذار باشه یا تحت سیطره اون قرار بگیره. خب اینو بعضیا به عنوان سکولاریسم تعبیر میکنن که ما به اونم به گونه ای اعتقاد داریم. از همه مهمتری است که چون ما اعتقاد به مردم سالاری و دموکراسی داریم و برای اینکه یک حکومت مردم سالار بر پایه دموکراسی باید ایجاد بشه، با اینکه در جبهه هماهنگ مبارزان ایران ما یک باور سیاسی مشخص نداریم، ولی این تصمیم نهاییش با ملت ایرانه که نوع نظام و مردم در یک همه پرسی آزاد در این انتخابات اون رو انتخاب کنن. بعد از اینکه همه پرسی انجام شد و نظر ملت ایران مشخص شد که چه نظامی مورد تاییدشون هست، در اون موقع مجلس مؤسسان تأسیس خواهد شد و وظیفه مجلس مؤسسان فقط و فقط این است که بتواند نظر ملت ایران رو به صورت قانون اساسی و حقوقی تدوین بکنه و منشور جهانی حقوق بشر ملاک ما کار ما خواهد بود، اما از خود منشور و یا میثاق‌های پیوستش. من به این وسیله از همه سازمان‌های سیاسی، کنشگران سیاسی و کسانی که معتقد به براندازی هستند، برای اینکه اتحاد و همبستگی به وجود بیاد و نیروهای برانداز یک کاسه بشه، دعوت میکنیم که به جبهه هماهنگ مبارزان ایران که از تعداد قابل توجهی سازمانهای مبارز تشکیل شده بپیوندند و این نیروها از پیوستنشون به همدیگه هرچقدر قویتر و قویتر بشه و بتواند جمهوری اسلامی رو در نهایت به زیر بکشه. بسیاری از میهن پرستان ایرانی
بر اساس ابتکار خودشون این برنامه رو در داخل ایران ضبط کردن و توضیح کردن. من به عنوان یکی از اعضای جبهه از همه بینندگان، از همه ملت ایران که این وظیفه ملی رو انجام دادن سپاسگزارم و درخواست میکنم که میان پرستان دیگری هم به این کار تأثیر بکنن و برنامه رو ضبط و پخش بکنن. درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه این جان باختگان، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه کنگره همبستگی ایرانیان و جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو امروز خدمتتون تقدیم میکنم. در این برنامه بعد از مقدمه‌ای که ملاحظه فرمودید که در همه برنامه‌ها اون مقدمه ضبط خواهد شد و پخش خواهد شد، من گفتگویی خواهم داشت با جناب سرهنگ بهروز سرشار از سازمان پیمان برای دموکراسی. جناب سرشار تشریف دارین؟ من در خدمت هستم. بله قربان. درود بر جناب عالی و سپاسگزاری از اینکه دعوت و پذیرفتی در این برنامه شرکت کردید و همونطور که اون ملاحظه می‌فرمایید کروات ما هر دو یکیه و کروات مربوط به عرض کنم که جبهه هماهنگ مبارزان ایران IDF. عرض کنم که همونطوری که استعزار دارید، اخیراً بعد از مدتی سکوت این مجاهدین خلق فعال شدن و مثل اینکه در روز شنبه برنامه ای رو اجرا کردند. من میخواستم که چند سوال در این مورد خدمتتون بکنم، چون شما بیش از هر شخصیت دیگری نسبت به سوابق اینها اطلاع داریم و بررسی فرمودید. عرض کنم که سوالی که بنده دارم خیلی کریه که دلیل اینکه اینها دوباره فعال شدن چه بوده، ولی در ضمن این اگر لطف بفرمایید و یه مختصری راجع به سابقه تشکیلات اینها، بعدم اینکه اینها دائما ارباباشون رو تغییر دادن و بعدم در فرصت‌های مناسب بر علیه ملت ایران اقدام کردن و در سه نبردی که با ایرانیان کردن کشتارهای متعددی از میهن‌پرستان ایرانی کردن، و بعدم از همه مهمتر می‌خواستم راجع به این، چون می‌دونستم جناب عالی تحقیقاتی داریم می‌فرمایید، این منابع مالی اینها از کجا تأمین میشه؟ با سپاس و درود خدمت جناب عالی و همیهنان گرامی، من با عزتون یک مختصری راجع به سابقه این سازمان مجاهدین حضور همیهنان عرض می‌کنم. آشنای من حقیقتاً با این گروه از زمان شروع شد که من دانشجوی دوره عالی در دانشگاه پلیس بودم و قبل از اون به علت مشغله خدمتی که بیشتر در همون دانشگاه پلیس من داشتم، توجهی به گروه های سیاسی و اونچه در خارج از محیط آموزشی می‌گذشت نداشتم و سازمان مجاهدین هم اصولا یک سازمان خیلی کوچکی بود در مقایسه با احزاب دیگر که فرض کنید حزب توده یا حزب زحمتکشان ایران، حزب مردم و و و. اما در کلاسی که ما در دانشگاه پلیس خدمت تیمسار سپر بود، بهزادی دادستان آن روز ارتش ایران نیروهای مسلح ایران داشتیم، یکی از همکلاسان در مورد اینکه چرا آقای رجوی اعدام نشده از ایشون سوال کرد و ایشون قبل از اینکه شروع به صحبت کنن من پرسیدم از نفر کناریم که رجوی کیه و ایشون گفت رجوی یکی از سران این گروه مجاهدینه و تیمسار سیاوش بهزادی گفتن که هر تروریستی یا عرض کنم خلافکاری که در دادگاه‌های نظامی محکوم میشه بعد از محکومیت بار اول به مرحله بعدی دادگاه میره و دادگاه تجدید نظر رسیدگی میکنه و اگر در اونجا هم محکوم شد اون وقت خود را برای تصویب حضور اعلیحضرت میبرید و اکثر اوقات بیش از 95% اوقات
اعلیحضرت وقتی خوب را خدمتشون بریم میگن که حالا باشه و ماه بعد میبریم، میگن خیلی خوب حالا بعدن، و بعد میگن حالا باش صحبت کنید ببینید اظهار ندامت میکنید یا نه، یا با پدر مادر صحبت کنید ببینید اونا اظهار پشیمانی میکنن یا نه. که خب اگر اظهار ندامت و پشیمانی کسی میکرد مسلما یک درجه حداقل تخفیف در مجازاتش داده میشد. ایشون گفتن و اما این آقای رجوی به سه علت مهم اعدام نشد و به حبس ابد تغییر کرد حکمش. اول اینکه گفتن در موقع دستگیریش ایشون کاملا همکاری کرد و چند محل از مخفیگاه مجاهدین رو نشانی داد و منجر به دستگیری چند نفر شد این جریان. و بعد پدر ایشون نامه حضور علیحضرت نوشت که اونم خیلی اثر داشت، ولی از همه مهمتر نامه بود که آقای میفندوسکی سفیر اون روز ایران در مسکو از طرف صدر رئیس هیئت رئیسه حزب کمونیست شوروی اون روز برای علیحضرت آورد و در این نامه خصوصی تقاضای عفو شده بود برای ایشون. و خب ببینید این مهمترین و بهترین دلیل است که این سازمان یک سازمانی مورد حمایت شوروی اون روز بود. چرا این درخواست برای هیچ تروریستی، برای هیچ کس دیگری نشد از سوی اون هیئت رئیسه به اصطلاح شوروی اون روز؟ پس این نشان از به اصطلاح ارتباط داشت. و اما اصولا بعدن که من تحقیق کردم در این مورد متوجه شدیم که این سازمان بعد از شکست حزب توده چندین بار و عدم موفقیتش در به اصطلاح تبلیغات و تعمیم حزب، روس‌ها به این فکر افتادن که از طریق مذهب با توجه به آمادگی ذهنی و از کنم فرهنگی و تاریخی که اسلام در بین مردم دارد از اون طریق وارد شدن و این گروه خب تونستن با اشاره و ارائه و از کنم ارتباط با مذهب تبلیغاتشون رو شروع بکنن. ولی در موقع انقلاب اینا یک حد اکثر من میتونم حد بزنم یه بین 200 تا 250 نفر در تمام مملکت اینا طرفدار داشتن که خیلی از اینا هم شاید نصف این عده در زندان بودن که یا منصر محکومیت یا محکومیت چون تعیین شده بود و زندانی بودن. و اما بعد از این که اینها از وقتی زندان قصر رو به خصوص باز کردن و زندانیان اومدن بیرون قبل از چند روز قبل از انقلاب، اینا به شدت و با سرعت مشغول یارگیری شدن و اولین اقدامی که اینا کردن، اقدام مهمشون، تسخیر سازمان مرکزی ساواک بود در سلطنت آباد و از اون ساختمان و اون تشکیلات هرچه پول نقد و اسلحه بود اینا بردن که بعدها هر چقدر اون کمیته های اصلا متشکله اون اسلامی سعی کردن که اسلحه ها رو از اینا جمع آوری کنن یا پولا رو از اینا بگیرن، این عملی نشد و اینها به سرعت در بین دانش آموزان مدارس از کلاس هفتم، هشتم، نهم، دهم شروع کردن به تبلیغات و یارگیری. و خب جوانای اون روز هم با اون جو آشوب و انقلابی که تو مملکت وجود داشت خیلی علاقه به آشنایی با سلاح داشتن، به تیراندازی داشتن. روزها و هفته ها بود که من هر وقت که مسیر رو طی می‌کردم در خیابون عباس آباد می‌دیدم تو این تبار عباس آباد هر روز صبح و بعد از ظهر تیراندازی میشه. و بعد فهمیدیم که اینا به اصطلاح سازمان مجاهدینه که این بچه های مدرسه رو معصوم رو میارن اونجا و به اینا آموزش تیراندازی میدن و تبلیغات عقاید و افکارش رو میکنن.
و به این ترتیب تونستن خیلی به سرعت رشد بکنن و تعدادشون زیاد شد. اینها اولین اختلافی که با خمینی و داردست اینا پیدا کردن بر سر اعدام اینا درخواستشون بود که بایستی تا از رده سرگرد به بالا در تمام نیروها باید اعدام بشن، که بود ظاهرن اول با این شرط موافقت شده بود، ولی بعدن اون به اصطلاح کمیته ها و مسئولین کمیته ها و دولت به هر حال لا یا بازرگان یا برای موافقت با این امر نکردند و این باعث نارضایتی مجاهدین شد و اختلاف اصلی از اینجا شروع شد. بعد سهمی در دولت میخواستن که خب و آخوندها با راهنمایی هایی که شدن یا با زرنگی هایی که خاص خودشون داشتن این به اصطلاح میدون رو به اینا نمیخواستن باگذار کنن و این اختلاف شدت پیدا کرد و نهایتا دیدیم که به جایی رسید که اینا مقابل دولت ایستادن، جنگیدن و بهاش هم پرداختن. و اما ببینید همونقدر که دولت جمهوری اسلام در اعدام های صد نفری، هزار نفری و جمعاً چند هزار نفری گناهکار و مسئول هستند که جوان های بیگناه کم سن و سال را اعدام کردن، دختر و پسر، به همون اندازه هم سازمان مجاهدین و رهبران اینها گناهکارند. چرا؟ که این بچه های معصوم رو اینها شستشوی مغزی دادن و به این راه کشوندن. به همون اندازه اگر بیشتر نباشه کمتر از اون گناهکار نیستن. اختلاف اینا به اونجا من به اصطلاح منجر شد که با آقای بنی صدر کاشف بزرگ اشعه ساطع از موی زنان و اقتصاددان بزرگ روز که مبتکر به قول خودش اقتصاد توحیدی بود با اینها از ایران فرار کردن. حالا خود اون اقتصاد توحیدی که اگر وجود هم داشته در زمان حضرت محمد که تعداد کمی از اولاغ و شطور بیشتر به اصطلاح در اختیار ایشون نبوده و شاید اون اقتصاد به درد همون دم و دستگاه و همون به اصطلاح مختصر دوابی که در اختیار ایشون بود میخورد، این آقای تحصیل کرده فرانسه میخواستن اون اقتصاد رو بیارن در ایران پیاده کنن. و به هر حال حالا با ایشون رفتند و در اینجا یک نقطه باید حضور همه یادآوری بشه. تنها افسری که از نیروهای مسلح با اینا همراه شد یه سرهنگ خلبانی به نام معزی بود که اونم آدم مذهبی بود، ولی خب افسر به اون صورت نبود، خلبان حافظمای باری مسافری بود و قبل از بنی صدر هم ایشون و قبل از انقلاب در آشیان سلطنتی خدمت میکرد و ایشون هم با حافظمایی که با بنی صدر رو اینا آمدم بیرون رفتم. تا اینجای کارم خب زیاد اشکال نداشت جز اون گناه بزرگ گمراه کردن اون جوان ها. جناب سنگ سرشار قبل از اینکه ادامه فرمایید من یه سوال کوچک دارم. اینا رابطه شون با آقای طالقانی چه بود و اون آقای سعادتی جاسوس آیا ما اینها همان همکاری داشت یا خیر؟ بله اولا سعادتی با اینها همکاری داشت و اتفاقا یکی از اعضای این سازمان همین جبهه‌ای که ما درش خدمت میکنیم ایشون کسی بود که در جریان دستگیری سعادتی بعد از انقلاب شرکت داشت و اسنادی که از سعادتی گرفته شد در حال ملاقات با وابسته نظامی سفارت شوروی اون روز شک و تردیدی باقی نگذاشت که سعادتی جاسوسی میکرد برای روسا و این یکی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین بود. این یک. آقای طالقانی، خب خود طالقانی من باید به حق بگم روحانی نسبتا خوبی بود و وطن پرست بود. من اتفاقا دو
بار در بازدید زندان که دانشجوها رو برای بازدید موارد ممنوعه می بردیم تو زندان، با ایشون من صحبت ملاقات کردم. روحانی نسبتا محترمی بود و ولی همین آقای محترم ایشون فرزندانش با اون رضایی، پدر رضایی ها بسیار درگیر و دوستی و رفت آمد داشتن و در به اصطلاح رهایی حجبر یزدانی از به اصطلاح دستگیری و بعد اعزامش به خارج، اینها به اصطلاح سهم داشتن و اقدام کردن و پسران طالقانی 6 میلیون تومان اون روز از حجبر یزدانی چیز گرفتن، به اصطلاح باج گرفتن. و حالا این اگر به خود طالقانی ارتباط داشت یا نداشت من اون رو مصدر نیستم، نمیدونم، امیدوارم اینطور نبوده باشه. ولی به هر حال آقای طالقانی ضمن این که یک روحانی خوشنامی بود، ولی اعتقاد ایشون به آقای خمینی و در اختیار ایشون قرار گرفتن و اونطور امام امام کردن، اون چیزی بود که ارزش آقای طالقانی رو حداقل در از نظر من خیلی پایین آورد. و من تا این حد میتونم خدمتتون بگم. و اما آقای طالقانی اون شبی که صبحش مرحوم شد، اون شب با سفیر اتحاد شوروی در ایران ملاقات خصوصی داشت در منزلش، که خب اینم یک به اصطلاح سوال بزرگی رو پیش میاره که چرا ایشون که اینقدر به اصطلاح مورد توجه بود و خیلی جوان ها از به اصطلاح اعتقاد داشتن، ایشون با سفیر شوروی چیکار داره. و خب ضمناً مجاهدین هم به ایشون لقب پدر طالقانی داده بودن و میگفتن. و شاید طالقانی بدون اینکه نظر خیانت واقعا داشته باشه، آگاهی نداشت به اون صورت که ملعمه دست این مجاهدین و اون جاسوسایی که با روسا درگیر بودن شد. از کنم که کاملا فرمشون صحیحه. فقط نکته ای که برای بنده مبهمه، ایشون با این خصوصیاتی که فرمودید چگونه شد که با اینکه محرز شده بود، همونطور که فرمودید اسناد کاملا نشون میداد که این آقای سعادتی یه جاسوسه، بعد ایشون سفت و سخت ایستاده بود که ایشون رو از اعدام نجات بده؟ بله، حالا من خدمتتون عرض میکنم. اینا ببینید، اینا ضمناً آدمای خیلی به اصطلاح ساده ای هم بودن و یا اینکه اینا خیلی من نمیخوام توهین کنم، ولی اونطور که باید شاید آگاهی و شعور لازم سیاسی روز را نداشتن. ببینید ایشون اینطوری بود به خاطر اینکه خب همه پدر بهشون میگفتن. شاید طالقانی با این سختگیری ها، اعدام های بیرویه و کشتار هایی که آقای خمینی و اون دار و دستش دستور دادن انجام دادن، شاید موافق نبود. و اما ببینید آقای بازرگانی که دوست آقای طالقانی بود و هم زندان هم بند زندانش بود و با هم سالها مبارزه به قول خودشون کرده بودن، ایشون یکی از اقدامات خیانت بارشون، واقعا من اینو باید بگم، این بود که وقتی اومدن قراردادهای بین ایران و امریکا رو دست دادن لغو بشه. یکی از این موارد قرارداد خرید سلاح‌ها بود از امریکا، که این یک قرارداد خیلی مفصلی بود و یک حسابی در واشنگتن بود که در این حساب بالای 12 میلیارد پول وجود داشت برای اینکه بایستی هواپیماهای F-16 خریداری میشد، باید نمیدونم کشتی‌های جنگی خریداری میشد و و و خیلی چیزای دیگه. بند آخر این قرارداد این بود که اگر دولت ایران یک طرفه و بدون اطلاع امریکا این قرارداد رو لغو کنه، پولی که در این حساب هست
ثبت میشه و این کار شد. ببینید آقای بازرگان با این همه ادعا وطن پرستی بزرگترین خیانت و ضربه رو همون اول کار زده کرد که خب این نشون دادشون نه سیاسیه نه واقعا شعور و نه لیاقت حکومت و اون پوزیشنی که اون پوزیشنی که بهش داده بودن داشت و اون ضعفی هم که ایشون در مقابل آخوندان نشون داد که دست اون آقای خمینی رو بوسید امام کرد و همه مملکت رو باعث شد که به باد رفت. و اما ببینید مجاهدین بعد از اینکه اومدن بیرون اون گناهانی که عرض کردم به جای خودش گناه بزرگ بعدی اینها این بود که به دشمن ایران ملحق شدن. ببینید جمهوری اسلامی و این سیستم رو ما دوست نداریم ولی وطنمون رو هر وجب از خاک ایران رو و هر جان هر ایرانی برای ما مهمه. اینا چه جور ایرانی بودن که اومدن رفتن تو اون پایگاهی که اسمش اشرف گذاشتن نشستن روی زانوهای صدام حسین. قبل از اینکه اینها برن، قبل از شروع جنگ ایران و عراق اون پایگاه رو دولت عراق به ارتش خود اویسی داده بود. به اتفاقا من زمانی با ایشون در پاریس ملاقات کردم، ایشون به من گفتن ما افسر صف کم داریم بیا برو عراق. من البته یه مطالعه کردم، بررسی کردم، چون ایشون فکر میکردن چراغ سبز بهشون داده شده و میتونن اقدامی علیه جمهوری اسلامی بکنن که من معاف کردم خودم از اون. ولی ببینید به محض این که عراق هم بکرد به ایران ارتش و دوازی اون افسران و اون ادهی را که در اون پایگاه همون پایگاه داشت همه رو بیرون کشید و رابطهش رو با عراق قطع کرد. چرا؟ برای اینکه افسر بود، قسم خورده بود برای نگهداری وطنش و دفاع از وطنش. ولی اینها کاری که کردن نشون دادن بیوطن هن. درستم اینجا نشستم از اون قراضه اسلحه های صدام حسین استفاده کردن و بعد یک عده جوان تازه لو رو گول زدن و اونجا بردن. البته خب ما توی مدت عمرم دیدم، جنابالی و همه هموطنان هم دیدن. ببینید در کشوری مثل آلمان مرکز اروپا این هیتلری میاد و اون عظمت به اصطلاح آلمانی رو از نظر فرهنگ و شخصیت و ملیت آلمان رو در ظرف دو سه سال چنون سوسوی مغزی میده و عوضشون میکنه که اون جنایات رو اینا در برعلیه بشریت به خصوص یهودی ها در اروپا انجام دادن که این آدم وقتی تعجب میکنه میبینه خب این نمونه فقط نبوده، نمونه های بعدی هم بوده. ما میبینیم که فرض کنیم در همین امریکا یه دیوید کرش پیدا شد و کسانی شد که این گول زده بود و سوسوشو مغزده بود برده بود تو اون قلبه تو تکداد فارغ التحصیلان هاروارد در اونجا بودن که این فارغ التحصیلان مناشون رو در اختیار آقای دیوید کرش میذاشتن و همه دختراشون و همه ناموسشون رو و به خاطر این که شرطوش و مغزی شده بودن. خیلی از این ها ما دیدیم و حتی متاسفانه مردم ایرانم با اون وعد و وعیدهایی که بهشون داده شد، با اون دروغهایی که بهشون تحویل داده شد، اینا هم شرطوش و مغزی شدن و ضربه مغزی خوردن که گرفتار وضعیتی شدن که الان 36 سال گرفتارشن. ولی خیانت اینها به این ترتیب بود که وقتی رفتن عراق اینا با حزب کموله که در اون روزها با ارتش ایران و جنگ‌های ایزایی می‌کردن و با پاسدارای ایران می‌جنگیدن با اونها پیوستن، همین نفرات مجاهدین. و در مهاباد و سردشت من یادم هست که عرض کنم لشکر 64 هزاریه که 23 نوهد افسرهای اینا افراد این شبها اینا سر می بریدن همراه با این کومله کومله سای کومله. بعد
اینها با ارتشی یا با صدام حسینی هم بستر شدن که حدود 700 هزار ایرانی رو اینا کشتن، 1.5 میلیون ایرانی رو اینا قلیل و ذلیل و شیمیایی کردن. اینها خیانتهایی که در کمک به ارتش عراق کردن از نظر راهنمایی و نشون دادن اهدافی که اینها حمله کنن و موشک بزنن و بمباران کنن، این هیچ وقت این لکه ننگ پاک نمیشه. چطور میتونن اون کسانی که فرزندانشون و فرزندان 13-14-15 تا 30-40 سالشون رو از دست دادن، مادرانی که فرزندشون از دست دادن، پدرانی که همینطور زنهایی که شوهرانشون از دست دادن، اینا چطور میتونن اینا فراموش کنن؟ چجوری میشه این گناه رو پاک کرد؟ اینها بعد از این خیانت ها و در این جنگ و بعد از جنگ هم به این بسنده نکردن، دو بار به ایران حمله کردن، یه تعداد از جوانهای خودشون که اونا هم کسانی بودن که واقعا افراد وطن پرستی، من مطمئن بین اونا بوده، انسانهای خوبی بین اونا بوده، اینا از بین رفتن. هنوز هم من معتقدم که در این جمع مجاهدین که هستن و زنده هستن و در اشرفن و یا در اروپا و بقیه دنیا پس شدن، انسانهای والایی وجود دارن که متاسفانه شستشوی مرگی شدن و گرفتار اینا شدن. اینا دیگه پیر شدن در این به اصطلاح قفص و این به اصطلاح معرکه‌ای که اینا براشون به بار گرفتن. اما ببینید، یک نکته رو من میخوام اینجا حضور از همیهنان بگم. ببینید، همینطور که الان بعد از 35-36 سال ما متوجه شدیم که این رژیم آخوندی و اصولا تلفیق مذهب با حکومت چقدر گرانباره و چقدر زیانباره و چقدر بده و به چه بدبختی هایی که من الان فرصت ندارم اونا رو دونه دونه بشمارم به سر مردم ما آورده. بعد از حمله که اینا به ایران کردن و مفتزانه شکست خوردن، موقعی که آقای رجبی میخواست توضیح کنه این شکست را، همه رو به گردن اون کسانی میداخت که یا پشته شده بودن یا برگشته بودن زخمی بودن یا نتوانست بودن پیروز بشن. و خانم مریم هم اومدن گفتن، این خیلی مهمه، اینو بهش توجه کنید، گفتن شماها، من تیپ این رو دارم، گفتن شماها همه در مقابل مسعود مسئولین، ولی مسعود فقط در مقابل خداوند مسئولیت دارد. این چه معنی میده؟ خب این همون ولایت فقیه به یه صورت، به شکل دیگه، به یه صورت دیگه. اینها نشون دادن با اون ایده و عقیده ای که از سرگرد به بالای نیروها بعد اعدام شدن، اینا یک نوع کنر سرخ هم. ولی میدون بهشون خوشبختانه داده نشد و امیدواریم که هیچ وقت این میدون به اینها داده نشه و هیچ وقت من مطمئنم ملت ایران، مردم شریف ایران، این گناهان اینها و خطاهای اینها رو نخواهند بخشید و هیچ وقت مملکت رو اجازه نخواهند داد که ملمه دست اینها بشه. جناب سعید سرشار، لطف بفرمایید اگر این بحثتون تمام شد، راجع به چگونگی تأمین منابع مالی این جماعت صحبت بفرمایید. حتما. چشم. من یک مطلب دیدم خدمتتون بگم. این من با سیتی دیدم چند سال پیش که آقای رجوی داشتن زیارتنامه میخوندن و التماس میکردن به یه ذریعه تو عراق که مثلا اینطوری بشه اونطوری بشه، ما برگردیم بریم ایران. و این منظره خیلی منو به اصطلاح به خنده انداخت. چرا؟ برای اینکه چه
سازمانی، گروهی که با شوروی همبستر بوده، سازمانی، گروهی که میخواسته از سرگشت بالا همه رو اعدام کنه، سازمانی، گروهی که اون چندین هزار جوان رو گمراه کرده، به مملکتش خیانت کرده، ارتش و افراد ارتش و حالا پاسدارم که ایرانیه اینا رو از بین بردن و کشتن، آقا اومده داره زیارتنامه میخونه. آخه یا این اگر این زیارتنامه از ته دل و حقیقیه که خب باعث تأسفه، چون واپسگرا هست یا آقا، چون زیارت کاری نمیکنه، اونی هم که مرده اون توی کاری ازش بر نمیاد. اگر هم که میخوای عوام فریبی بکنه که خب اینم یه گناهه، گناه بزرگیه. و اما اینا منابعشون جناب سرشار، اونطوری که بنده شنیدم حتی برای خدا آقای رجبی هم یه زیارتنامه درست کردن، آیا همچین صحت داره؟ من اونو مطلع نیستم، ولی هیچ بعید نیست وقتی بگن که شما فقط ایشون در مقابل خداوند فقط مسئوله، یعنی الان مثلا نائب امام، پس فرضاً امام میشه، بعدم میشه پیغمبر، بعدم مثل نمونه‌هایی داشتیم تو تاریخ اخیرمون دیگه، بعدم یارو ادعای خدایی هم کرده. بله، من در جایی دیدم اونو، حالا انشالله در موارد بعدی من فرصتی باشه اینو خدمت بینندگان ارائه میدم. حالا اگر ممکنه ادعا کنن که این جعلیه، ولی در هر صورت یه همچیزی وجود خارجی داره. خیلی ممنون، ببخشید. و اما منابع مالی اینا چندین سال پیش در اروپا و امریکا به صورت ظاهر یه تعدادی را اجیر کرده بودن از همین جوانهای بیچاره، اینا تو فرودگاه ها و مراکز تجمع مردم به با یه آلبومی می اومدن و عکسای داشتن از به اصطلاح شکنجه ها و اون کارهایی که به سر مثلا مجاهدون اومده، که بیشتر این عکس ها واقعی نبود، حتی مال شاید مال ایران هم نبود، اینا رو نشون میدادن و تقاضای کمک میکردن. و در امریکا به خصوص در لس آنجلس این فعالیت زیاد بود که سه شیفت اینا شبان روز در فرودگاه لس آنجلس، ترمینالی لس آنجلس داشتن، که بیشتر هم سراغ توریستای خاورمیانه، من بزنم خاور دور و ژاپنیا میرفتن، چون توریستای ژاپنیا پول دارن. و یه مدرک هم درست کرده بودن که اونم جعلی بود، که ما از طرف دولت امریکا مجازیم که بیایم کمک بگیریم برای این گروه. این ژاپنی بعدوقت هم پیاده میشد شب چندین ساعت تو هواپیما خسته مرده، این فکر میکرد که اینا عوامل دولت امریکا هم که اومدن، بعضیشون فوری در میآوردن $100 مثلا $50 $200 میدادن. و این جریان آخرین سالی که اینا این کار کردن، که البته جلو این کار گرفته شد، قاضی رأی داد، دادگاه رأی داد که اینا یک گروه تروریستی هستن و حق این کار رو ندارن، این دنباله این رد پول اینا که گرفته شد، اینا نزدیک $450,000 در سال، در اون آخرین سال اینا پول جمع کرده بودن، که این پول از اینجا رفته بود به بلژیک و بعد به ترکیه، استانبول، از استانبول به دبی، در دبی تو حساب یک فروشگاه لوازم یدکی ماشین‌های آلمانی تو حساب اونا ریخته شده بود و از اونجا به بغداد و عراق رفته بود. و اما اون پول $450,000 خرج، من فکر میکنم یک هفته پایگاه اشرف هم نبود، جایی که بالای 3,000 نفر، 3,500 نفر آدم بخوان شب و روز نگه دارن و تربیت کنن و آموزش بدن، اینا خیلی هزینه بالاتر از اینا. بیشترین کمکی که به اینها شد از طرف دولت عربستان سعودی بود و مدارکی پیدا شد که ثابت میکرد این رو، و هنوز هم به نظر من بزرگترین حامی مالی این سازمان عربستان سعودیه. البته این کشورهای فاسد عرب همسایه ایران، ممکنه حتی کویت و اون امارات اینا هم در این سهمی داشته باشن، ولی من شکی ندارم که بیشتر از همه عربستان. و اما حالا اینها، من یاد یه مسئله افتادم که میگفتن اگر یک
دختری یه شب از خونه بره بیرون، دختر به اصطلاح مردی که آمادگی برای ازدواج، و یه شب تو خونه نباشه جای دیگه بخوابه، این دیگه به اصطلاح لکه‌دار شده و خوب نیست. ولی وقتی هم اینا رفتن اول تو دامن آقای صدام، بعدش دیگه این قب هم از اینا رفت، یعنی اینا با علیف و آذربایجان شمالی با اونها هم همبستر و هماهنگ شدن، از اونها هم کمک گرفتن و میگیرن. عرض کنم در آذربایجان هم کمک کردن به مقاصد پلید اون علیف و دار دستش. از این طرف حالا که عربستان ظاهر کرده دشمنیشو با ایران، اینا با عربستان تنگاتنگ شدن و حتی پیشنهاد کردن که ما حاضریم در یمن بیاییم مقابل اون شورشیان حوتی برای شما بجنگیم، و با اسرائیلی ها هم بستر شدن که مسلما خب اسرائیل هم کمک های لازم رو به اینا کرده و میکنه، دانشمندهای اتمی ایران اونایی که ترور شدن توسط اینا شدن با نقشه اسرائیلی ها. خب اینا همش خیانته، اینا همش مسائلی که ملت ایران نمیتونه ببخشه، نمیتونه فراموش بکنه. بعد این پولهایی که برای جلب حمایت این رجال دست دوم سوم امریکا اینا کردن، که خب جناب عالی شاهد بودیم، ما دیدیم افرادی مثل این عرض کنم جولیانی، بله جولیانی و تام ریچ و این از این قبیل، که اینا متاسفانه خب دنیا اینطوریه دیگه، با پول خیلی خیلی زود پشت رو میشن. اینا هم شدن و دیدیم. من تو تموم این آدمایی که از این امریکایی که با اینا از اینا اظهار همدردی و طرفداری کردن، یه آدم حسابی تو اینا دیدم که اون یه موقعی به اصطلاح رئیس سازمان FBI بود. این آدم با شرف و آدم پاکی بود، چون من زندگی و سابقه ایشون رو میدونم، ولی اونم به خاطر احتیاج من فکر کنم، چون 5 تا بچه دانشگاه رو داره، خب هزینه دانشگاه اینا سنگینه، شاید به اون خاطر شاید اومد با اینا، یه نمیدونم حالا 50,000 چقدر از اینا گرفت. ولی جناب سنگ سرشار، این افراد دست دوم اینها با حالا به عنوان سخنانی رفتن 100,000 دلار 150,000 دلار هر چقدر تونستن گرفتن، ولی با همه این برنامه ها توانستن دولت آمریکا را هم فریب بدن و اینها را از لیست تروریستی خارج بکنن. این کار کمی نبود. البته الان این شک نیست، فرمایشتون درسته، متاسفانه خب این اشکال هست، متاسفانه هیچ مدینه فاضله تو دنیا وجود نداره. امریکا کشور بسیار خوبیه، شاید یکی از بهترین کشور، شاید که نه حتما. من خب الان 36 سال اینجا زندگی کردم، کار کردم، خیلی به این سیستم هم اعتقاد دارم هم احترام دارم، ولی متاسفانه اشکالاتی هم وجود داره، بروکراسی زیاده، و بعدم آزادی به اصطلاح بی حد و اندازه گاهی این مشکلات رو به بار میاره. اینا منافع ملی و مملکتشون رو گاهی فراموش میکنن و اون منافع شخصی رو ترجیح میدن به اون. این دیگه اشکال به نظر من اشکال فرهنگیه. و اما خب من باز یه نکته خدمتتون بگم، اتفاقا در نشنال پرس کلاب چند سال پیش اینا یه جلسه داشتن، همین سازمان، و یک آقای رو استاد دانشگاه بود عزیز کرده بودن که ایشون بیا تواضع کنه برای اینکه اینا این گروه صلح دوست، یعنی اینا خیلی انسان های خوبی هن و اینا رو از اون لیست بیارم بیرون. و من اتفاقا مطلع شدم و رفتم تو اون جلسه، و شاید من و یکی از دوستانم، ما تنها دو نفری بودیم که نه به سازمان مجاهدین تعلق داشتیم نه خبرنگار بودیم، بقیه همه یا خبرنگار بودن یا از اونا بودن. و در اینا دو تا افسر امریکایی هم، یه سرتی و یه سرهنگ خانوم هم آورده بودن که اینا گویا در عراق در پایگاه اشرف شاهد به اصطلاح
روزگار اینا در اون پایگاه بودن. اینا رو هم به هر حال آوردودن، حالا یادشون پولی پرداخت کرده بودن یا چطور مغزشون دادن، اینا اومدن گفتن اینا خیلی آدم های خوبی هن، اینا ترکی هن، اینا این هن، اینا این هن. من بلند شدم آخر سر به عنوانی که سوال بکنم، اون رئیس پنل یا استاد دانشگاه بود گفت که نه ما سوال جواب نداریم. گفتم خب سوال من کوتاهه. بعد گفت بگو. گفتم ما اخیراً دیدیم که یک پیرمردی رو روی صندلی چرخدار آوردن و تو عکساش تو روزنامه ها تو تلویزیون ها اینا دیدیم. گفتن این 40 سال پیش مرتکب قتل شده و حالا پیداش کردن، قضیه باز شده، کشف شده، دادگاه براش گشتن، مجادلش کردن، محکوم به هفت ابد شد. گفت خب این چه ربطی به اینجا داره؟ گفتم خیلی ربط داره آقای سرهنگ، آقای تیمسار. به اینا گفتم، گفتم شما چه جوری به خودتون اجازه میدین که سازمانی که 4-5 نفر از شماها رو، ارتشی های شما رو ترور کرده، شما اینا رو سلجوت خطاب میکنید و ازشون حمایت میکنید؟ آیا این درسته؟ بعد یکی از این اینا برگرد اون خانم سرهنگ گفت نه اینا نبودن. گفتم همین ها بودند، رئیس اونها حتی بعد از انقلاب ادعای اعتبار کرد به خاطر ترورهایی که در اونجا انجام داده. خلاصه جلسه اینا به هم خورد و اومدیم بیرون. اتفاقا توی اون حال نشنال پرس کلاب این یکی از دوستای اون رئیس پنل استاد دانشگاه اومد پلوش و گفتش، این استاد دانشگاه به این گفت This little guy was trying to hijack my program. گفت این کوتلوه میخواست برنامه منو به هم بزنه، منو نشون داد. بعد یارو دوستش برگشت گفت He did. گفت این به هم زد. گفت راستی میگی گباره؟ برنامه به هم زد. خلاصه اینم یک خاطره بود که من باشه قربان. خیلی ممنون جناب سایه سرشار، واقعا اطلاعات وسیع داشتین، چون این داستان مجادله خلق به این زودی تمام نمی شود و امیدوار هستیم که انشاءالله وقتی که حکومت مردم سالار در ایران پا بر جا شد، به حساب رسید و به همه گروه ها و عدالت خواهی نسبت به همه تعمیم پیدا بکنه و واقعا اون کسانی که مقصر بودن یا مردم اخفال کردن و یا فریب دادن، هر کدوم به حد خودشون اون پاداشش رو ببینن. من یک افتضاح دارم از جناب علی، یک دقیقه اجازه بفرمایید. من درود میفرستم به روان پاک سرلشکر سعید طاهری، معاون پلیس تهران، که در حال راهپیمایی در نارمک جلوی منزلش بدون دفاع، بی دفاع توسط این سازمان به قتل رسید. درود به سرگرد رادفر افسر راهنمایی، به ارز کنم پاسبانی که در بانک ملی ایران شعبه حسن آباد توسط اینها ترور شد و ستوان یکومی که متاسفانه من اسمش الان در ذهنم نیست که ایشون هم افسر راهنمایی بود توسط اینها ترور شد. درود و تمام ارز کنم آرزوهای خوب من برای ملت پاک و شریف ایران، به خصوص نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی ایران. بسیار سپاسگزار، بنده خدمتون به دو درد میکنم. اگر جنابالی هم بازم پیام نهایی دارید برای ملت ایران بفرمایید. پیام من برای ملت ایران آزادی، آبادی، رهایی از ظلم و ستم و بهروزی و پیروزی در آینده بسیار نزدیک به خواست خدا از طریق اتحاد و همبستگی. بسیار متشکرم، سپاسگزار، شب بخیر. از شب بخیر. Thank you.
نو بستر دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان نوجوان ما بین نهال جاودان نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن این چنین مرگ و فرق فشانن چون تیر آتشین ما میخواهیم آزادی جهد ما بسا میدهد به ما نبی شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم در حال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم